مجددا سلام عرض میکنم در ادامه پست قبلی که در مورد روش تشخیص دیابت صحبت کردیم، حالا میخواییم در مورد دارو درمانی به اختصار ولی جامع صحبت بکنیم. خب وقتی که متوجه شدیم که شخصی هموگلوبین A1C همچنان در واقع زیر 7 نیامده و ممکن حالا علامت دارم نباشه، ما معمولا خط اول درمان رو با متفورمین 500 شروع میکنیم. متفورمین یه سری عوارض گوارشی داره، بهتره که شب خورده بشه، با 500 میلی گرم شروع میشه و اگر نیاز باشه میتونیم هر یکی یا دو هفته در واقع 500 تا بهش اضافه کنیم تا نهایتا ماکسیموم دوزش به 2000 میلی گرم یا 2 گرم در روز برسه که نهایتا بشه در واقع قند خونش رو کنترل کرد. خب متفورمین خیلی داروی سیفیه، معمولا عوارض جانبی غیر گوارشی که معمولا تحملش هم خیلی راحته نداره. حتی برای خانمای بارداری که قبل از بارداری متفورمین میخوردن میتونن حتی توی دوران بارداری متفورمینشون رو تا آخر ادامه بدن، کاملا سیف هستش زیر نظر پزشک متخصص زنان و زایمان. حتی کسایی هستن که دچار PCO هستن، اون سندروم پولیکیستیک تختان هستن، اگر که اینا متفورمین مصرف میکنن و باردار بشن تا 3 ماه اول همچنان میتونن به متفورمین خوردنشون ادامه بدن. اگر دیابت نداشته باشن که دیگه میتونن قطعش بکنن، اگه دیابت هم داشته باشن که میتونن همچنان ادامه بدن. پس این خیلی داروی سیفی هستش. اگر که با آزمایش های مجدد پزشک باز هم به این نتیجه برسه که با متفورمین نتونسته دیابت یا قند خونش رو کنترل بکنه، باید خطهای دوم درمان رو شروع بکنه. خب داروهای جدیدی زیاد اومده غیر از حالا داروهای قدیمی که توی بازار وجود داشته، که اینا در واقع خاصیت‌ها و مزیت‌های درمانی خیلی زیادی دارن که اگه بخوایم در موردشون صحبت بکنیم نکات جالب زیادی هستش که در موردش میشه بحث کرد. خب اولین گروهی که از قدیم الایام هم وجود داشت گروه سولفونیل اورئا هستن که گلیبن کلامید دیگه در واقع سردسته این گروه هستش. خب داروی خیلی مناسبی الان دیگه نیست. حالا اون زمانی که همین دوتا دارو متفورمین و گلیبنکلامید بود، خب چرا، خیلی هم خوب بود، ولی الانی که نسل‌های خیلی جدیدی اومدن دیگه در واقع داروی انتخاب حتی دوم در واقع یک متخصص نیست، چون که میتونه خطر هایپوگلایسمی یعنی در واقع افت قند خون رو داشته باشه برای شخصی که مستعد باشه و هم میتونه باعث افزایش قند خون باشه. پس برای افرادی که بالای 60 سال دارن معمولا این دارو حتی به عنوان خط دوم هم داده نمیشه، ولی اگر به این نتیجه برسیم که باید این دارو خورده بشه، بین تمام داروهای سولفونیل اوره گلیکلازید از همشون مخصوصا برای افراد مسن مناسب تر هستش. خب گروه بعدی که وجود داره گروه در واقع خیلی خیلی داروی مؤثری هم هست به نام SGLT2 اینهیبیتورها، یعنی در واقع مهار کننده های اون ترانسپورتر سدیم گلوکوز که داروهای تقریبا جدیدی هستن و داروهای شاخصشون هم امپاگلیفلوزین و در واقع داپاگلیفلوزین هستش. حالا اینا به چه صورتی هستش؟ اینا با توجه به این که کاری دیگه با انسولین ندارن و میزان قند خون رو با دفع قند خون از ادرار کنترل میکنن، یعنی خون قند اضافه رو از طریق دفع ادراری باعث میشه که کنترل بکنن و به خاطر همین قضیه عوارضش نسبت به داروهای سولفونیل اوره خیلی کمتر هستش. خب اینجا در واقع ما میتونیم یک کار دیگه هم بکنیم. برای بیمارایی که ممکنه در کنار دیابت مشکلات CVD یا هارت فیلر یا مشکلات قلبی عروقی داشته باشن، بین این دوتا دارو امپاگلیفلوزین ارجحه، یعنی انتخاب اول ما میتونه باشه، چون یه کاردیو پروتکتیو هم هست و میتونه خاصیت محافظتی از قلب هم داشته باشه. ولی اگه کسی مشکلات کلیوی داشته باشه اینجا در واقع داپاگلیفلوزین در واقع نفروپروتکتیو هست و خاصیت محافظت از به اصطلاح کلیه و نفرون ها رو داره. پس مهمه بدونیم که در کنارش کوموربیدیتی های دیگه یا عوامل بیماری دیگه چیا هستن که بتونیم انتخاب بهتری داشته باشیم. تنها نکته ای که توی عارضه جانبی این دسته وجود داره به واسطه اینکه داره در واقع قند خون زیادی وارد ادرار میشه، عفونت های ادراری یا UTI هستش که اگر احیانا این اتفاق افتاد خب به هر حال بحث درمان عفونت هم نیاز هستش. فقط یه نکته دیگه هم وجود داره، بیمار رو میفرستیم دوباره آزمایشگاه، یه دفعه میبینیم که داخل ادرارش قند داریم، یه دفعه میگیم که ای داده بیداد نکنه که دیابت کنترل نشده. نه، اگر دارید این گروه رو میخورید امپا و داپاگلیفلوزین رو، اینها در واقع مکانیزمشون اینه و اگر قند داخل ادرار بود نگران نباشید.
خب دسته بعدی که وجود داره دسته بسیار جالبی هست به نام DDP4 اینهیبیتورها، یعنی در واقع مهار کننده های دی پپتیدیل پپتیداز 4 هستن یا 4 هستن. اینها چیکار میکنن؟ اینها در واقع میان اون آنزیمی که اینکریتین ها رو میاد مهار میکنه، در واقع متابولیزه میکنه، اونها رو مهار میکنه و باعث میشه که نیمه عمر اینکریتین ها که مهمترین GLP-1 هست بیشتر بشه و بتونه خاصیت کاهش قند خون رو به همراه داشته باشه. حالا حسن این گروه چیه؟ با توجه به اینکه وابسته به قند خونه، یعنی اگه قند خون نباشه خب این دارو اصلا کلا میشینه کنار و هیچ کاری نمیکنه، ولی اگه قند خون بیشتر از حد باشه، یعنی از نرمال بالاتر باشه، این میاد وسط و نقش خودش رو به عنوان اینکه انسولین بیشتری از لوزالمعده ترشح بشه و گلوکاگون کمتری به عنوان افزایش دهنده گلوکوز در واقع ترشح بشه ایفا میکنه. داروهای مهمش هم سیتاگلیپتین و لیناگلیپتین هست. سیتاگلیپتین با دوزهای 50 و 100 وجود داره. برای کسایی که مشکلات کلیوی دارن باید حتما تعدیل دوز بشه. اگه جی اف آر بین 30 تا 50 باید روزی 50 میلی گرم استفاده بشه، ولی اگر که جی اف آر زیر 30 باید روزی 25 میلی گرم استفاده بشه. اگر هم مشکل کلیوی نداره که میتونه در واقع روزی 100 میلی گرم استفاده کنه. حسنش هم بینه که روزانه یه دونه است و تحمل بیمار بسیار ساده تر خواهد بود. نسل بعدش لیناگلیپتین هستش. لیناگلیپتین فقط یه دوز 5 میلی گرم داره و حسن بسیار خوبش اینه که دفع کلیوی نداره. یعنی اگه کسی توی نارسایی شدید کلیوی هم باشه میتونه با خیال راحت این دارو رو مصرف کنه بدون اینکه عارضه جانبی خاصی داشته باشه. خب در مورد بحث‌های خوراکی که صحبت کردیم، اینجا در واقع بحث لیراگلوتاید هم میاد، همون آنالوگ های GLP-1 که قبلا توی یه پست مفصل در موردش صحبت کردم. این نسل هم در واقع به عنوان یک کمکی انسولین داروی بسیار خوبیه، ولی به واسطه اینکه گرون هست، هنوز تحت پوشش بیمه نیامده، خیلی حالا فعلا بورس تو بورس نیفتاده. اگر که انشالله بیمه این رو تحت پوشش قرار بده، فکر میکنم که جایگزین خیلی از داروهای دیابت میشه که در واقع میتونه خواص محافظتی کبدی، خواص محافظتی قلبی و کلیوی هم داشته باشه. امیدوارم که این دارو درمانی دیابت هم براتون مفید و مثمر ثمر بوده باشه. به دوستانتون پیشنهاد بدید که این رو ببینن، به اشتراک بذارید و کاملترش رو در کانال یوتیوب مشاهده بفرمایید.